사람 누구 살리자. یعنی الان من اینجا فقط میگم که چجوری بله این اینا پروفیلای آلومینیومی هستش که اینا رو خودمون برای همین منظور تولید کردیم، یعنی قالبش رو درست کردیم بعد دادیم برامون اکسترود کردن این پروفیلا رو. فقط هم به درد همین کار میخوره، این پروفیل به درد هیچی دیگه نمیخوره. اینا که بریده شد بعد از با کمک نفشیایی که الان شما ملاحظه میکنین اونجا اینا به هم دیگه وصل میشه، بعد این نفشیا پچ میشه تو هم دیگه. الان اینجا یه دونه کلکتور فریم کلکتور آماده هستش که ما الان اینجا صفحه جاذبمون رو اینجا میاریم داخل این میذاریم، بعد شیشمون هم میذاریم روش که یک کلکتور کامل میشه. این کلکتور یعنی قلب یک سیستم آبگرم کنه خورشیدیه. آمدن ایران من در یه زمان خیلی سختی بود، ولی من چون به حرف آقای شیخ الاسلام اعتقاد پیدا کردم، یعنی مطمئن بودم، ایشون گفتن اگر دوست داری بیای، منو مجبور که نکردم بیاد، ولی من انگار یه شب اونجا چون سختم بود تصمیم بگیرم، ولی من توی یه شب الهام شده که این تصمیم رو بگیرم بیام ایران. دیگه سال 90 اینطورا بود که دیگه ما قصد کردیم که برگردیم ایران. خانواده همسرم خیلی امیدوار بودن که من اونجا بمونم، هم اونجا زندگی کنم، ولی یکی به خاطر این خواهر و برادر کوچیکم که من قایمشون بودم، یکی به خاطر اون، یکی هم که من این کارهایی که اونجا یاد گرفتم و اینجا پیاده کنم. دیگه آماده حرکت شدیم و من برای اینی که همسرم واقعا چون از تو محیط زندگیشون خیلی دور نشده بودن، بعد چند دفعه با خودم مسافرت رفته بودن، ولی دید بازی نسبت به محیط خارج یا دور نداشتن. من حدس می‌زدم که مثلا ممکنه براش شوک بزرگی باشه یک دفعه با هواپیما از اون دنیا آدم بیادش تو این دنیا، یه دفعه این تغییر و این تغییرات ممکنه مثلا اثر خوبی نداشته باشه، که تصمیم گرفتم با اتوبوس از راه زمینی بیایم. که من اون موقع یه دونه اتوبوس بزرگ از این اتوبوس‌های 302 مرسدس بنز بود، سال‌ها یه دونه از این اتوبوس‌ها افتاده بود، من می‌دیدمش، ولی خب این داخلش به صورت کمپینگ درست کرده بودن، چون چند مدت افتاده بود دیگه یه سری کم و کسری‌هایی داشت. گفتم بهترین چیز هستش که این ماشین رو بگیرم درستش بکنم، با این بریم ایران. که دیگه واقعا حرکت کردیم با اتوبوس، که این دوستا و همسایه هامون برای اونا خیلی جالب بود که یک سفر اتوبوسی اینطوری مثلا با خانومم دارم میام. خیلی ها اومده بودن، بعضی ها مثلا هدایایی می آوردن. حرکت کردیم با اتوبوس، کلی از وسایل این تأسیسات خورشیدی هم تو اتوبوس داشتم، با خودم داشتم می آوردم. این تغییرات کشورهای مختلف و به سمت ایران و یکی یکی آهسته آهسته این خانومم تجربه کرد. موقعی که ما اومدیم ایران، بعد به خاطر اینکه من خیلی ایده های زیادی داشتم، یکی از ایده هام همون توسعه انرژی های نو تو ایران بود. من افتخار اینو دارم که اولین آب گرم کن خورشیدی فعال رو توی ایران ساختم که سال 71 نصب کردم، که اطلاعاتش در اختیار شما هست. اولین سمینار بیوگاز رو گذاشتیم سال 75 توی سازمان انرژی اتمی ایران تو سالن خوارزمی. اولین سمینار بیوگاز رو گذاشتیم که من دبیر همایش بودم، و اونجا بودش که من اعلام کردم، توی انتهای سمینار اعلام کردم که ایشالله اگر توفیق بشه ما یک دونه مرکز تحقیقات بیوگاز تو ایران احداث بکنیم، چون برای توسعه این مرکز تحقیقات لازم، همینطوری که تو هند داشت و توی آلمان هم چند تا داشت، برای تو امریکا داشت. بعد موافقت کردن، بعد ما شروع کردیم یه چند سال اول دنبال زمین،
چون تو تهران یا کرج موفق نشدیم زمین بگیریم برای این کار، اومدیم تو صابه. چون جو صابه آشنا داشتیم، کمک هم کردن، یه 3 هکتار زمین شهرداری گرفت در اختیارمون گذاشت و ما این مرکز تحقیقات احداث کردیم. حینی که من کار میکردم تو انرژی اتمی، اینجا کشاورزی، تو زمین کشاورزی هم رفتیم، اول 5 هکتارشو زیتون نهالشو رفتیم مجانی از شمال گرفتیم آوردیم کاشتیم. بعد چون نمیتونستیم طرح اجرا کنیم آبیاری قطره‌ای، اون موقع ما واقعا 4 سال اول با تانکر و یک لندروور دونه بدونه این 5 هکتار درخت رو آب میدیم. و بعد از چند سال که من ایران زندگی کردم، تو تهران بودم، بعد کار رادیو آلمانی پیشنهاد شده که الان چند سال اونجا مشغول هستم که یه برنامه می‌نویسم هر هفته برای ما و شنوندگان، ولی الان حدود 1.5 سال دیگه نمیرم به خاطر دیسک کمر و از این مشکلات. یه فعالیت داشته باشم که اصلا کار خونه نباشه، چون عادت کرده بودم الان تو آلمان همیشه مشغول یه کاری بودم. این مهم هست برای زندگی من، هر چقدر زندگیم ساده باشه مهم تر از همه چی حلال بودنش و من بتونم با آرامش زندگی کنم. تو آلمان هم البته هم اینجوری بوده، اصلا بعد از سالهای نفهمیدم. من برای شما گفتم قبل از رفتم دانشگاه کشاورزی خوندم، من توی مطب ارتوپد کار میکردم، بعد اونجا من هر کاری که میکنم بعد با رضایت کامل بعد انجام بدم و برای من مهم نیستش پولش، ولی خب بدون پولم میدونم نمیشه زندگی کرد. پولم باید از یه جوری از کار در بیاد، ولی مبلغش مهمتر نیست از حلال بودنش. اینجا تأسیسات آبگرمکن خورشیدی سایت تحقیقات زیستوری ساوه هستش. این کلکترهایی که اینجا هستش، اینا آب گرم خورشیدی تولید میکنه، ذخیره میشه، بعد این آب گرم در زمستون برای گرمایش ساختمون دفاتر استفاده میشه و قسمتی از این آب گرم هم برای راکتورهای بیوگاز، برای گرمایش راکتور بیوگاز استفاده میشه. قرار بودش که اینجا ما برای ساوه یک طرح تحقیقاتی درست بکنیم که از مواد عالی زباله شهر ساوه ما بتونیم انرژی بگیریم. از همون اول تصمیم داشتیم که ساختمان‌های این سایت تحقیقاتی رو گرمایشش رو از انرژی خورشید تامین کنیم. بنابراین ما اومدیم اینجا، قسمتش رو تو کارگاه خودم درست کردیم، قسمتش هم همینجا، ولی متاسفانه به خاطر خود مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی که تو کشور پیش اومده جلوی خیلی از فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشی گرفته. البته امیدوار هستیم که بتونیم این فعالیت‌ها رو با این همه مثلا مشکلاتی که موجود هستش بتونیم ادامه بدیم. البته امیدواریم که اوضاع بهتر بشه که بتونیم واقعا یه مقدار از درآمد، حالا یا انرژی های نو یا از مزرعه، که بتونیم هزینه های اینجا رو تامین کنیم. ما واقعا از جاهای دیگه مثلا فروختیم، پولش آوردیم اینجا گذاشتیم توی این 15 سال. یکی از خصوصیاتی که دارم من که فکر میکنم خیلی کمکم کرده که بتونم کارهای زیادی رو انجام بدم، حالا چه بزرگ چه کوچیک، این هستش که از کار نمیترسم. یعنی کاری رو هم که قبلا نکرده بودم دلیلی نداره که نکنم یا بگم چون نکردم نکنم. بله، ولی میرم شروع میکنم، بعد دقت میکنم و سعی میکنم اون کارو خیلی خوب انجام بدم. ببینید، همسر خیلی مهمه تو زندگی، که چه جوری چرخ زندگی بگذره. تفاهم داشتن خیلی مهمه. هفته ها هر شب میام خونه، دیر میام خونه و خستم، اصلا واقعا یه غذایی میخورم از حال میرم میخوابم.
صبح بلند میشم دوباره شروع میکنم. وقتی که این میبینه که کار من زیاده، با اینکه خودشم در هفته چند روز پای کامپیوتر هست برای صدا سیما کار میکنه، باز هم بعضی وقتا خودش بلند میشه میاد اینجا و تو همین کار سخت کمکم میکنه و حتی یه حقوق حالا محدودی هم که داره از همین اون ترجمه مطالب برای رادیو برون‌مرزی و همون هم واقعا داره خرج میکنه و اگر اون نبود توی خود به ما سخت‌تر میگذشت. الان خب من نارنگ دوست دارم. آقای شیخ‌الاسلام کارش مطمئنه، یعنی هدف داره و کارش با اطمینان انجام میده. در طول سالها برای من اینا ثابت شده و به خاطر این بهشون لمس میکنم. کارهایم که به شک دارم بازم خیلی ناراحت نیستم و همه به هاشون اطمینان دارن و شخصیتش تکه تو خانواده. من خیلی اهل مسافرت نبودم قبل از وجود ایشون تو زندگی من. خیلی من جایی نرفتم داخل اروپا، اونم خیلی کم. بعد با وجود ایشون من باعث شده که من خیلی از کشورها برم، ولی همیشه سختم بود تصمیم گرفتن. میگم من یه بیشتر یه آدمی که تو خونه بمونه و تو کشورش بمونه و اینجوری هستم. باورم هنوز نمیشه که الان 5000-6000 کیلومتر دور از وطن من دارم زندگی میکنم و راحت هم هستم. الان شکر خدا میکنم که با خیلی این مسائل آشنا شدم، برای رضایت زندگی خودم کمک کرده که این کشوره که اونجا خیلی زندگی بدبختی مثلا خیلی زیاد دیدم، مخصوصا تو هند، که باعث شده که من خیلی بیشتر برای رضایت زندگی کنم در ایران. ولی بازم با امید خدا چلا یه روزی بیشتر از این موفقیت تو کارمون میبینیم. با اینی که میدونیم، یعنی این همه سرمایه زندگیمونو ریختیم اونجا توی مزرعه‌ای که من همم میگن این آینده نداره، چون اونجا منطقه گرمه، منطقه داغه، هوا داره تغییر میکنه، دیگه مثل ثابت نیست. ولی ما بازم ارادمون برای این هست که همونو ادامه بدیم. فعلا این نیستش که یه کاری داشته باشیم، یک درآمدی داشته باشیم، این رفاهو برای خودمون به وجود بیاریم که مثلا آسایش، مثلا رفاه، یعنی این برای ما اصلا دیگه اهمیتی نداره. همینی که سرگرم هستیم، فکر میکنیم کارمون کار درسته، کار صحیحه، یعنی این امیدو از دست نمیدیم. ببینید نون حلال یعنی آرامش، یعنی که شما بعد از اینکه کارتون تموم شد اومدین سرتون رو میذارین خوابتون ببره، غذایی که میخورین لذتش رو ببرین. شما موقعی میتونین از زندگی لذت ببرین که بتونین آرامش داشته باشین، خوب بخوابین، خوب غذا بخورین، بعد همیشه لبخند رو صورتتون باشه که دیگران هم استفاده بکنن. به محیطتون توجه کنین، یعنی به محیط زیستتون توجه کردین، به حیوانات توجه کردین، به انسانهایی که دور براتون هستن توجه کردین. یعنی وقتی که توجه کنین اونا میفهمن که بهشون توجه میشه، اون موقع یه طور دیگه شما رو میبینن. یعنی شما لذت میبرین از وجودتون، لذت میبرین از تلاشتون، از کاری که میکنین لذت میبرین.